دو بار به کاخ والعزت اشرف می رفتن که خواهر به اصطلاح نزدیک و دولو بودن، یک بار به کاخ والعزت شمس می رفتن و یک بار هم به کاخ والعزت فاطمه، که این در حقیقت 6 شب هفته رو پر میکرد. روزهای جمعه معمولا در کاخ خودشون از ظهر این مهمانی بود که به اصطلاح همه والا حضرت ها و دوستان و آشنایان و من هم بر حسب امری که خودشون فرمود بودن همیشه در این مهمانی ها به اتفاق خانمم حضور داشتیم. اعلی حضرت به منزل برادراشون خیلی کم می رفتن، شاید در سال یک بار. دوستانی هم که صحبت ازشون هست تا اونجایی که من یادم هست منزل آقای مجید علم در سال یک بار و منزل آقای مرحوم پروفسور جمشید علم در سال یک بار و احتمالاً یک بار هم به منزل یکی دو بار هم به منزل اقوام اولیا حضرت شهبانو دیگه جای دیگه غیر از این برنامه دیگه ای در چیزهای خصوصی نداشته. منزل آقای ابوالفتح مهدی چطور؟ من هرگز اونجا رو با حقیقت به شما میگم هم هرگز به عنوان رسمی نشیدم، یعنی که ما یه شب شام رفته باشیم اونجا. نه به عنوان رسمی ولی غیر رسمی. من اون رو اطلاع ندارم. یعنی یه چیزیست که باید انسان اطلاع داشته باشه و من همچین اطلاعی رو واقعا ندارم. تا چه حدی مسائل مملکتی در این مهمانی ها حل و فصل می شد این سال؟ فقط در موقعی که وزرا آقای هویدا، آقای آموزگار، آقای انصاری، وزرای دیگه در یه همچین مهمانی هایی بعضی مواقع دعوت می شدن، بیشتر آقای هویدا در اونجا ممکن بود این مسائلی که پیش آمده بود اونجا هم تو ایستاده صحبت بشه. در اونجا کسی مورد مشورت به اون صورت قرار نمی گرفت، اونایی که در اونجا مهمان بودن اونا بیشتر جنبه به اصطلاح شب و مهمانی رو داشت، ولی خب احتمالاً اگر چونچه فرض بفرمایید آقای هویدا یا آقای انصاری اونجا بودن یه مسئله روزی پیش آمده بود با هم صحبت میکردن تا قبل از شام. بعد از شام هم که دیگه صحبت نبود و غالبا هم معذرت به میشستن با چند نفر از دوستانشون بریج بازی میکردن تا یکی دو ساعتی. دوستان اعلی حضرت غیر از آقای اسدالله علم چه کسانی بودن؟ آقای اردشیر زاهدی رو من میتونم از دوستان نزدیک اعلی حضرت، کسانی که در به اصطلاح دور و بر اعلی حضرت بودن در مواقع استراحت، آقای پروفسور عدل، پروفسور جمشید علم، آقای حاجبی، و مجید علم. اینها کسانی بودند که در حقیقت علازت خیلی علاقه به بریج داشتند. اینها کسانی بودند که با ایشان میشستن و بریج بازی میکردن. اینها کسانی نبودند که طرف مشورت قرار بگیرن. ممکن بود که وقتی میشینن سر بازی یه مطالبی صحبت بشه، ولی کسانی نبودن که طرف مشورت قرار میگیرن. کسانی که طرف مشورت قرار میگرفتن در داخل و یا خارج از خانواده سلطنتی چه کسانی بودن؟ اعلی حضرت به نظر من یکی از اشکالات کارشون این بود که کمتر اشخاصی رو که باید مورد مشورت قرار بدن قرار می دادن. آخرین کسی که با ایشون مشورت می کردن و صحبت می شد که من احساس می کردم اون آخر سر یکم با ناراحتی بود، اون آقای سیدزیادین بود. سیدزیادین طباطبایی؟ آقای سیدزیادین تا زمانی که حیات داشتن به عنوان این که علاقمند به کشاورزی و اینها هستن به اعلی حضرت گفته بودن که من در داخل کاخ یه جاهایی رو درست میکنم که برای شما میوه های به اصطلاح
مثل موز و اینها چیز بکنه، و علازت هم از جهت اینکه میخواستن به نظر من همچین مرد محترمی با سابقه چیز نشه اجازه داده بودن، و ایشان هم هفته دو بار به این عنوان میامد به کاخ، ولی با همین عنوان میامدن و با علازت مذاکره میکردن و غالبا شکایات مردم رو به عرض علازت میرسوندن. و من چون همیشه در این جلسات بودم، یعنی علازت راه میرفتن توی کاخ و ایشان هم به دنبال، و این شکایت ها می شد و قالب بدم اعلی حضرت این شکایت ها رو به من می دادن که به دستگاه های مختلف بدم برای رسیدگی، از این جهتی که من این رو به اصطلاح ناظر عینی بودم برای این جهت، و بعضی مواقع خب اعلی حضرت ناراحت می شدن، ولی خب خدا بیامرز سید زیادین مطالب خودش رو می گفت و نارضایتی مردم رو می گفت، شاید اعلی حضرت از این ناراحت می شدن، ولی او ابایی نداشت از این که علازت نارد، شاید هم مثلا علازت زیاد از این ملاقات زیاد خوشحالم نبودن تا اونجور که من احساس می‌کنم، ولی برصورت این تیم سال آجدان‌های علازت چه وظایف و مزایایی داشتن؟ عرض کنم بزرگ شما که علازت دو نوع آجودان داشتن. بله. آجودان نظامی، آجودان شخصی. آجودان شخصی کسانی بودند که در تشریفات ها شرکت میکردن، کمان که آجودان های نظامی هم همطور بودند. اونها مثلا فرض کنید که آجودان سیویل در دفتر اعلیحضرت روزی یه نفر مأموریت داشت، میشستن و ملاقات ها و شرفیاب ها رو ترتیبشون میدادن، و هر کسی میخواست شرفیاب بشه آجودان قبلا برنامه رو می برد و عرض اعلیحضرت می رسوند که در امروز مثلا ما این شرفیابی ها رو داریم، بعد یکی که ترتیب به صلاح حضورشون رو در دفتر اعلیحضرت می داد. اینها کسانی بودند که به وسیله تشریفات سلطنتی به صلاح اونها تعیین می شدن و به عرض اعلیحضرت می رسوند. آجودان های نظامی وظیفه‌شون این بود که در هر 24 ساعت یک آجدان نظامی، در حقیقت آجدان کشیک بود که هر جایی اعلیحضرت می‌خواستن تشریف ببرن می‌آمدن، از جهت احترام جلوی ماشین اعلیحضرت می‌نشستن، در مسافرت‌ها بودن به عنوان آجدان نظامی که باید در حضور اعلیحضرت باشن. آجدان‌های سیویل و نظامی غیر از این وظیفه دیگه داشتن، در تشریفات هم غالبا بودن دیگه، در کاخ‌ها برای اینکه به اصطلاح وضعی رو نشون بدن، و اینها هم آجدان های نظامی بودن هم آجدان های سیویل حراست حضور داشتن. اینها چه مزایایی داشتن؟ اینها مزایای مالی نداشتن به طور قطعی، هیچ حقوقی در نه. اینها به اصطلاح براشون افتخاری بود که آجدان علازت، خود من مثلا خوب برام افتخاری بود که من از درجه سرهنگی آجدان علازت شدم، در ارتش افتخار بزرگی بود آجودانی اعلیحضرت، در سیویل هم همینطور بود، باید اینها واقعا انتخاب شده باشن، خدماتی انجام داده باشن که یه همچین به اصطلاح افتخاری برسن، و الا از نظر مادی هیچ نوع چیزی نداشت. تیم سال رابطه ارتش و ستاد بزرگ ارتشداران با گارد شاهنشاهی چی بود؟ گارد شاهنشاهی مستقیماً تحت امر شخص اعلیحضرت. ستاد بزرگ ارتشداران و ارتش اصولاً گارد شاهنشاهی رو از نظر تدارکاتی و از نظر عوام افسر و اینها اونها بودن که تدارک میکردن، در غیر این صورت رئیس ستاد ارتش هیچ نوع امر و نهی به گارد نداشت، و هیچ یعنی فرمانده گارد فرمانده مستقیمش پادشاه مملکت بود، و حتی خود من برای درجات افسرانم اگر چونچه بعضی وقتا چون از طریق ارتش تعیین میشد احتمالا احساس میکردم که اشافاتی شده، من خودم میرفتم به عرض میرسوندم و علازت احتمالا تصویب میکردن و من ابلاغ میکردم به ارتش که علازت یه همچین امری در مورد افسر گارد فرمودن، یا امتیازاتی بود برای گارد من مستقیما عمل میکردم، یعنی فرمانده گارد مستقیما عمل میکرد و تابع ارتش در این کار نبودیم ما. این که گارد اصولا با اینکه در داخل ارتش بود ولی مستقیما از پادشاه دستور می گرفت و کاراش رو به اعلیحضرت گزارش می داد.
آیا بعد ستاد بزرگ ارتشداران غیر از این نیرا ستاد ارتباط با نه در اونها هم همینطور بودم، ولی منتها گارد چون یکی از واحدهای ارتش بود باید از طریق ارتش به عرض اعلی حضرت میرسون. بله. اینطور نبود، مستقیم میرسون. ولی لشکر گارد باید تا زمانی که زیر امر گارد نبود حتما باید از طریق ارتش انجام داد، ولی وقتی که آمد زیر امر گارد دیگه فهمید. چگونه رؤسای ستاد رو ارزیابی با یکدیگر مقایسه میکنید؟ تیمسار هدایت، تیمسار آریانا، تیمسار جم، تیمسار اسکاری و تیمسار قرواقی. حالا شروع میکنیم از تیمسار هدایت. تیمسار هدایت رو من در دو مورد باشون برخورد کردم. یکی زمانی که افسر بودم در دانشکده افسری که ایشان فرمانده دانشکده افسری داشتند با درجه ترتیبی. مورد دوم موقعی بود که من آجودان تیمسار هدایت شدم و در ستاد بزرگ ارتشداران با ایشان برخورد کردم. در هر دو مورد من تیمسار هدایت رو افسری دانشمند، علاقمند و بانفوز تشخیص دادم. و عقیده من تیمسار هدایت یکی از افسران برجسته ارتش بود. من نمیدانم که در پس پرده جریاناتی که به تیمسار هدایت بسته شد چه بود، چه دستهایی بود، برای اینکه من در اون موقع در مقامی نبودم که بتوانم وارد این جریان بشم، ولی همونقدر میدونم که امثال هدایت رو ما در ارتش خیلی کم داشتیم. من نمیگم که هدایت بی ای بود، ولی در جمع مثبت و منفی هدایت نمرات مثبتش خیلی بیشتر از نمرات منفیش بود و با کمال تأسف ما نمیبایستی افسران نظیر هدایت رو ترد میکردیم. از اینها باید استفاده میشد و از وجودشون در مواقع ضروری استفاده میشد. این نظریه که من راجع به هدایت دارم. تیمسار آریانا. تیمسار آریانا افسر برجسته ارتش بود. افسر وطن پرست، علاقمند، دانشمند. همه اینها دارای نکات مثبت و منفی بودن، ولی ما باید بدانیم که یک کسی نکات مثبتش اگر بیشتر باشه باید اون نگه داریم. آریانا افسری بود که خیلی این مملکت میتونست از وجودش استفاده بکنه. باز روی همون مطلبی که به شما گفتم، با نهایت تأسف این افسر رو ما طوری به اصطلاح از خدمت خارجش کردیم که دیگه اصلا جلای وطن کرد، در حالی که آریانا میتونست در ایران بمانه. اگرم فرضاً در ارتش نمیخواستیم خدمت بکنه، در جای دیگری خدمت محترمانه بهش داده میشد و در روزهای خیلی سخت که ما متاسفانه کسی رو نداشتیم، از وجود کسانی نظیر آریانا، نظیر جم، نظیر مینباشیان، اینها افسران برجسته ارتش بودن، از وجود اینها استفاده میشد. ولی با کمال تأسف ما تمام اینها رو طوری رد کردیم که اینها اصلا جلای وطن کردند و از مملکت خارج شدند. پایان بخش دوم مصاحبه با تیمسار سپهبد محسن هاشمی‌نژاد.